الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة على من أرسل رحمة للعالمين وبعث لتتميم مكارم أخلاق المؤمنين سيما علي أمير المؤمنين وسيد الوسيين وقائد الغر المحجلين وبعد تعالى في كتابه الكريم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هر کی دارد علی صفا که دارد علی صفا دارد روی سر سایه هما دارد هر که دارد علی خدا با اوست با علی داشتن خدا دارند هر کی شد خوشچین خرمنی رحم بر خلق بینوا دارد آشنای علی کسی باشد که نشانی ز آشنا دارد آشنای علی بشناسی آشنای علی را آشنای علی ستمگر نیست کی به مردم ستم روا دارد کیست غیر از علی که فرزندی همچو سردار کربلا دارد به روح شهدای اسلام و علی شهید صلوات بلند ختم بفرمایید با مختصر فرصتی که دارم میخوام در رابطه با فضایل علی و حقانیت علی از تفسیر آیات قرآن مطالب را اثبات بکنم ببینیم قرآن عظیم الشأن برای هدایت بشر آمده
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، برای هدایت آمده. ولی امی قرآنی که برای هدایت بشر آمده به سه قسمت تقسیم شده. یک قسمت مجملات، یک قسمت متشابهات، یک قسمت هم محکمات. مجملات قرآن لغات و الفاظی هست که هیچ کس مثل ما و شما رو درک نمی کنه. مجملات قرآن نمی فهمه. مجملات قرآن مثل همه فاتحه و سور، بعضی سوره ها که مثلا حامیم، الف لام میم، قاف القرآن المجید یا سایر اعمی اوایل سوره هایی که به نام فواتح و سور یا حروف مقطعه یاد میشه، اینها رو هیچ کی نمیفهمه. فهمیدنش برای همه مشکله، این نمیفهمه کسی. متشابهات قرآن هم چون به گونه های مختلف تفسیر و تعبیر میشه، فهمیدن و مشکله. محکمات قرآن که قصص انبیا است، امر و نهی است، حلال و حرام است، خب این مفهومه. سؤالی که خلق میشه این است که قرآن برای هدایت آمده، مجملات قرآن هیچ که نمیفهمه، متشابهاتش هم خیلی مشکل فهمیدنش، و از طرف بشر وظیفه داره که به قرآن عمل کنه، اگر نمیفهمیم چطور عمل کنیم؟ این سوال یک بحث علمی و مختصر پیچیده است، ولی میدارم که اگر آقایان توجه بکنن، قصه ها را کنار بگذاره، از فهمش عاجز نیست. این سوال مطرح میشه. در پاسخ این سوال، در جواب این سوال، جواب ها داده شده که نمیرسم همه را عرض کنم. یکی از پاسخ هایی که در این مورد داده میشه این است که خداوند همون طوری که قرآن نشره به سه قسمت تقسیم کرده، مجملات، متشابهات، محکمات، ترجمانهای هم مقرون معانی این تقسیمات نموده است که اون ترجمانها عند الضرورت واللزوم والمصلحت، اگر مصلحت دیدن معانیش بیان میکنه به مردم. یکی از این ترجمانه هایی که مجملات قرآن میفهمه، متشابهات قرآن میفهمه، محکمات قرآن میفهمه، شخص خود حضرت محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیه وسلم، صلوات الله و سلام علیه است که قرآن به او نازل شده، او مجملاتش هم میفهمه، متشابهاتش هم میفهمه، محکماتش هم میفهمه. میان عاشق و معشوق رمزی است، کرام الکاتبین آن را نداند، اینها میدانند و عند ضرورت بیان میکنند. یک، بعد از پیامبر اسلام کسی و مجملات قرآن و متشابهات قرآن و محکمات قرآن پی میبره که او خلیفه حقیقی پیغمبر باشد. این در حقیقت یک معیار است. هر کس که جانشین و خلیفه به حق پیغمبر باشد، او میفهمد معانی قرآن، میفهمد مجملات قرآن، میفهمد متشابهات قرآن. و اگر خلیفه به حق نباشد، از فهم اینها عاجز میآید.
مولا امیر المومنین علی علیه السلام در اینجا یک مقوله دارد. حضرت می فرماید خدا قرآن را به سه قسمت تقسیم کرده، به علت این است که خلیفه به حق و خلیفه قلابی شناخته شود، برای شناخت او شده است. این است که خدای بزرگ وقتی که قرآن به چند چیز تقسیم میشه که گفتم به شما، شاید مثالشم عرض کردم، تقسیم میشه به ما چند چیز ارشاد میکنه که ما باید بفهمیم. یکی این که خلافت ممکن است که غصب شود، ممکن است که به خلافت دست برد زده شود، ممکن است کسی که خلیفه نیست از جهل مردم استفاده کند یا از تطمیع و تهدید استفاده کند و او خود به عنوان خلیفه معرفی کند. معیار دارم که این آقایی که خود را به نام خلیفت المسلمین بعد از پیامبر به عنوان خلیفه پیامبر معرفی می کند، اگر اینا را فهمید راسته، اگر نفهمید فهمیده میشه قلابی بودم. یک این مطلب فهمیده میشه. مطلب دیگری که فهمیده میشه این است که همونطوری که پیغمبر را خدا معین کرده، پیامبر از مردم رأی نگرفته، مشوره سر پیامبر نشده که امین پسر عبدالله را ما پیامبر بسازیم یا نسازیم، خود خداوند او را پیامبر ساخته. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. او خاتم النبیین شده، همو قسمی که پیامبر خدا تعیین میکنه، خلیفه پیامبر هم باید خدا تعیین بکنه و خدا به پیامبرش بگه و پیامبر به مردم ابلاغ کنه. مردم نه پیامبر تعیین میتونه نه خلیفه پیامبر تعیین میتونه، یعنی مردم نمیتونه برای خدا نماینده تعیین کنه. انتخاب مردم اغلبا بیراه میره. حالا اگر شما ندیدین در امزی کاندیدهای ریاست های جمهور و جمهور میبینین که یک مرتبه رأی چنین آورد، بار دیگه میگه نه اشتباه کرده بودیم، بشر اشتباه میکنم. این خدا هست که اگر با مردم نماینده تعیین میکنه اشتباه در از اون نیست. نماینده و خلیفه های بعد از پیامبر را خدا به پیامبرش گفته، پیامبر هم به مردم ابلاغ کرده، چندین بار ابلاغ کرده. از جمله چیزهایی که پیامبر خلیفه به حق را به مردم ابلاغ کرده است، حدیث عترت است. حدیث عترت حدیثی هست که این حدیث تنها شیعه قبول نداره، که علمای منصف اهل سنت این حدیث نیز قبول داره، که من چند تن از اکابر علمای اهل سنت را که این حدیث عترت را پذیرفتند و قبول دارند یادداشت کردم که تا گفتن نشه که ما بی مدرک صحبت میکنیم. اگر من دیشب بنی امیه و بنی عباس گفتم که شراب خوردن، قهر نبودم، اعصابم خراب نبود، روی تاریخ و دلایل میگم که اینها اینطوری بودن. دوستان بنی عباس و بنی امیه ناراحت میشن، ناراحت شود. این منبر جای گفتن حقایقه. اگر ما حقایق را از روی این منبر نگوییم، منبر محتوا را از دست میده، یک چوب الهی میشه. باید حقایق بگیم. این حدیث اونمو حدیث عترت است که اینی تارکن فیکم ثقلین، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 122.
مسند احمد، احمد بن حنبل، جلد 3 صفحه 14 صفحه 17 صفحه 26، مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 109 و صفحه 148 میگه پیغمبر برای رهنمایی بشر این طور فرمود: آی مردم، اینی تارکن فیکم السقلین کتاب الله و عترتی فمن تمسک بهما لن تزلو الا و انهما لا یفترقا حتی یرد علی الحوز. پیامبر چی گفت؟ پیامبر فرمود آی مردم، من از بین شما میرم، دو چیز گرانبها را بین شما به امانت میگذارم. چیست دو چیز؟ کتاب الله و عترتی، کتاب خدا که همین قرآن است، و عترت من. فمن تمسک بهما، کسی که متمسک به قرآن و به عترت شد، به هر دوتایش، لن تزلو. لن میگن به معنای نفی عبد میاد که من او را زیاد قبول ندارم، تأکید در نفی است، مثل لا است. لا و لن به یک معنا میاد از نظر ترکیبات عربیش. خب به هر صورت میگه که کسی که لن تزلو، یعنی گمراه نمیشین برای همیشه، کی؟ که من تمسک بهما، به دوتایش متمسک باشین، ام به اطرت ام به قرآن. قرآن به اطرت، اطرت به قرآن کار راوی ندارد. مثل این الکتریک مثبت و منفیه، اگر یک لاین برق وصل نکنی از دنی گش کار گرفته نمیشه، اگر ازش کار وصل نکنی از گش کار گرفته نمیشه. یک تأسف هم اینجا باید عرض بکنم، یک تأسف بدبختانه جامعه مسلمین فرا گرفته که یک تعداد اهل البیت خوب محکم گرفته، خیلی با قرآن چون چندان توجه نداره که همین قرآن گفته که اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. با قرآن توجه نداره که قرآن فرموده که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. توجه نداره. چی میگه؟ من شنیدم یک بدبخت دیدن می میخورده، گفت چرا می میخوری؟ گفت برای اینکه سینه زنیه، قوی باشم خوب سینه بزنم. یک تعداد این برای ما کم گرفته، یک تعداد دیگه قرآن خوب پوش میکنه، هزارها جلد چاپ میکنه، بین مردم پخش میکنه، این طرف این را فراموش کرده که هر دوتا به این روش راه به جایی نمیبره. به چرا نمیبره؟ پیامبر فرموده و من تمسک بهما، بهما لن تزلو، و هر دوتایشان متمسک شوین، هم قرآن دوست داشته باشین هم اهل بیت دوست داشته باشین، به یکیش نمیشه، دوتایش باید اگر بگیرین نورپاشی میشه، اون موقع لامپ شما روشن میشه، اون موقع استفاده شما بیشتر میشه. بعد میگه که الا و انهما لا یفترقا حتی یردا علی الحوض. خب میگه این دوتا از هم جدا نمیشه، با هم هستن، لازم و ملزوم هستن، عاشق و معشوق هستن، یک روح و دو پیکر هستن، از هم هستن، با هم هستن، اینا از هم جدا نمیشه. تا زمانی که در کنار حوض کوثر که محل تجمع است اونجا اینا جمع شود. ببینین از این آیات ما این استفاده رو میکنیم که چی؟ که اهل البیت و قرآن را، هر دوتا را توامان پذیرا باشیم. وصی پیامبر
خلیفه پیامبر، او کسی شده میتونه که همین معانی مجملات و متشابهات و محکمات قرآن بفهمه. اگر نفهمید فهمیده میشه که اشتباهه. من کتابی را با خود آوردم که در اینجا بعضی روایت ها را ذکر کرده، در کتاب احتجاج تبرسی از سلیم بن قیس هلالی نقل میکند که شخص خدمت امیر المومنین علی علیه السلام آمد گفت آقا علی، از امو اوصافی که تو داری یک چند تایش بر ما بیان کن. حضرت چند چیز گفت و چند آیه قرآن خوند و بعد همی آیه که من عنوان کرده میره خوند که یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. خدا به پیامبر میگم یقول الذین کفروا، کفار تو میگه که لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی، تو به جوابی از اینا بگو که من عنده علم الکتاب، یکی خدا و دیگر کسی که دارای علم کتاب است، یعنی قرآن را سرتاپا میفهمم. این دوتا شهادتش کفایت کننده است. روایت از خود آقا امیر المومنین داریم که حضرت فرمود که منظور از آیه و من عنده علم الکتاب ما هستیم. و همین طوری که حضرت این جمله را بیان میکنه، سید هاشم بحرانی رحمت الله علیه در غایت المرام که کتاب بسیار موثق و بزرگی است، 18 روایت، یعنی از 18 مفسر شیعه و 6 مفسر اهل تسنن نقل میکنه که منظور از کلمه و من عنده علم الکتاب علی هست و فرزندان علی هست. پس فهمیده میشه که مصداق آیه و من عنده علم الکتاب علی هست، داماد پیامبر علی هست، برادر پیامبر علی هست، ید الله علی هست، خلیفه بلافصل حقیقی رسول الله علی هست و حبل الله هم علی و اولاد علی هست. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آیه قرآن و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خیلی خوب. این اعتصام چیه؟ حبل الله چیه در اینجا؟ اسلام است، قرآن است، اهل البیت است، کدام از اینا است؟ در این قسمت عیاشی به استناد خود از جابر بن عبدالله روایت میکند که امام باقر علیه السلام فرمود، حضرت باقر علیه السلام فرمود که آل محمد حبل الله الذی امر به اعتصام به فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. روایت میکنم که حضرت فرمود که آل پیامبر اون چنان آل پیامبری است که اعتصام به اونهاست، یعنی متوسل و متمسک به اونها باید بود. و بعد گفته شد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله اینها هستند. آره این است که ما در روایات زیاد میخوانیم که علی علیه السلام او کسی است که درباره خلافت او
نه تنها که از این طریق بلکه از سایر روایات، 5 دقیقه وقت دارم مانده، از سایر روایات هم استفاده میشه قطع نظر از اینی که مثلا در خم قدیر چه قضیه رخ داده، در وقتی که او آیه نازل شد که انذر عشیرتک و الاقربین چه رخ داده، وقتی که پیامبر به جهاد میرفت و علی را در مدینه گذاشت چه رخ داده، اینا سری جایش باشه. پس ببینین شما هم چه مولایی دارین، هم چه آقایی دارین. کی آقا؟ علی حبه جنه، علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی مصطفی حقا، امام الانس والجنه. در منقبت علی نچون است نچند، در خانه حق زاده به اقبال بلند. بی فرزندی که فرزند دارد، شاعر مبالغه میکنه میگه شک نیست که بوده باشد بجای فرزند. این آقا مولای ما هست و این مولای ما که ما مولا میگیم به این معنا که ما علی را دوست داریم و ساقی کوثرم علیه، تقسیم نار و جهنم، تقسیم بهشت و جهنم به دست علیه. ما هم شیعه علی هستیم. پارتی ما قویه، نه نماز بخوانیم نه روزه بگیریم، اشتباهه جانیم. دوست علی و پیامبر، دوست ائمه اطهار، اونایی است که به فرمان خدا عمل کنند. اونایی که به فرمان خدا عمل نکنند، هر چی علی بگی بگی تمام رسو، حسین بگی چنان زنجیر بزن که گوشت که خیر استخوانا پاره پاره شود، یک سری موی به تو نفع نداره. بدون عمل علی را دوست داشته باشین. حب علی حسنتون لا یضر ما سیئتون چی معنی داره؟ ای تو نیست که هر کس علی را دوست داشته میگه گناه با تو اثر نداره. نه، تو علی را که دوست داشتی تو گناه نمی کنی. اگر تو علی را دوست داشتی، دوست علی دیگه شراب نمی خوره. واضح بگم، دوست علی غیرت ناموس داره، نمیگذاره که همسرش اونطور به حجابی که موجب تحریک شهوت مردی بیگانه شود، به نام عصر مشعشع، به نام تمدن، به نام پیشرفته خودش آرام بگیره. او خانم هم که برخلاف قرآن قل ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، که آیه حجاب است در قرآن است، صراحتاً برخلاف آیات قرآن عمل میکنه، باز نظر میده از نظر دیچکش هم خدا پرده کنه، که نظر دیچکه میدین که نمیدین چی نظرهای خود از نظر میسازن و میگن که ما پیروی علی هستیم. نه، این طوری نیست. او مردی که شاعر یک وقتی خانده نمی حدیثایی که حب علی و حسنتون و اینا را مطالعه کرده بود و خانده بود، یک مرتبه هیجانی شد گفت که مذنب اگر معامله حشر با علی است، من زامینم هران چه بخوایی گناه کن، من زامینم هران چه بخوایی گناه کن. شب در خواب امیر المومنین میبینه که علی از او روی میگردانه. آقا من مدعی شما هستم، آقا من شاعر شما هستم، در شأن شما خیلی شعرها گفتم، چرا از من روی میگردانی؟ میگه تو شعر گفتی که برخلاف مرضای خدا هست، چرا کجایش اشتباه کردیم؟ آقا گفت تو گفتی مذنب اگر معامله حشر با علی است، من زامینم هران چه بخوای گناه کن. چرا مردم تشویق با معصیت کردی؟ به خاطر قدرتی که به علی حساب کردی مردم وادار به معصیت کردی. گفت آقا اشتباه کردم، چه بگم؟ شما راهنمایی کنید. حضرت فرمود مذنب اینطور بگو که مذنب اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. این دوستی علی میشه.
اللهم انا نسالك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم ده مرتبه صمیم قلب با آواز بلند بگو یا الله 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 یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین الهی ببرکت ماه مبارک رمضان از سر تقصیرات و گناهان همه ما بگذر الهی توبه های ما را ناله های ما را عبادت های ما را در ماه مبارک رمضان قبول بفرمای مریض های کافه مؤمنین و منظورین را شفای عاجل و کامل عنایت بفرمای آرزومندان مکه معظمه مدینه منوره عتبات عالیات را به مرام آرزویشان نائل بگردان اللهم اقض لنا حوائجنا الشرعیه ظاهریه و الباطنیه دنیویه و اخرویه بحق محمد و آله خیر البریه و بحق سوره المبارکه الفاتحه مع الاخلاص والصلوات. بسم الله.